سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جلسه دارتون خوب باشه. یکی کامنتی گرفته بودم، کامنت توش نوشته بود که بعضی فارغ التحصیل شدی یا حالا یه کاری داشتی، چقدر امکانش هست که شغل دوم مثلا کافی شاپی، رستوران یا چیزی رو داشته باشی؟ به صورت کلی بخوام به این سوال جواب بدم، اینکه آمریکا کشور بی‌نهایت است واقعا و کشور فرصت است. یعنی کسی که دنبال اینه که 10 تا شغل داشته باشه، اگه واقعا پتانسیلش رو داره، هیچ کس جلوی تو رو نگرفته. این تنها چیزی که تو آمریکا همیشه بوده و خیلی خیلی باعث شده که باعث پیشرفت این کشور نسبت به کشورهای دیگه شده. یعنی که شما اگه تواناییشو داری بیا اینجا، 10 تا کار می‌خوای داشته باشی، هیچ کسی هم بهت کاری نداره. خب فقط بحث خودته که اینکه چجوری بخوای اینا رو مدیریت بکنی، وگرنه مطمئنم توی اینجا اون کارهایی که میتونی داشته باشی خیلی راحت‌تر نسبت به اینا. مثلا تو ایران می‌خوای شغل دومی داشته باشی، شاید مثلا 1000 تا سنگ یافته جلوی پاد. اینجا اصلا همچین چیزی وجود نداره. خیلی کسا هستن که شغل دوم دارن، شغل سوم دارن. بعضی مثلا من خودم میشناسم 5 تا شغل داره طرف. حالا مثلا نمیدونم بیزینس مارکتینگ میکنه، یوتیوبر هست، کار معمولی داره و خودش مثلا یه رستورانی داره. اینا همشون هست. خب این چیزی نیست که بخوایم بگیم که امکانش وجود نداره. اما چند تا نکته هستش که باید بهش توجه بکنیم. نکته اولی که باید بهش توجه کنیم، ببینید وقتی که شما یه شغل دائم داری، حداقل 8 تا 9 ساعت سر کار. خب اینا اینجا مثل ایران نیست که مثلا بگی خب حالا مثلا 7 صبح میرم تا ساعت 2 3 دیگه تمام میشه میام خونه. اینجا شما ساعت 8 یا 7، حالا 7 خیلی زوده، 8 مثلا معمول میرن سر کار، تا 5 از سر کارن. خب دیگه اون یه ساعت وقت نهار هم معمولا شاملش نمیشه. و اینجوریه که شما فرض کن دوشنبه تا جمعه، که اینجوریه دوشنبه تا جمعه 8 صبح باید بری تا 5 عصر. این واسه قسمت شغل ثابت قضیه است. حالا مثلا یه نفر میگه که من زودتر میرم، مثلا 4 میام بیرون. خب حالا این بحثه از شما نه فقط نگاه کنی که یه هفته که قراره بری سر کار، تو دراز مدت مثلا یه سال، دو سال، 10 سال قرار این کار انجام بدی. معنی تو آیا کسی هستی که حاضر باشی 8 تا 5 10 سال مداوم بری سر کار و بعدش دوباره 5 تا 10 شب کار کنی و دوباره صبح ساعت مثلا 7 باشی که 8 سر کار باشی؟ این روند دیگه چرخه است، همینجوری هی داره تکرار میشه. و این باید همیشه دقت داشته باشید، این بحث زمانه خیلی تاثیر میذاره. یعنی شما توی آمریکا خیلی درگیرتری نسبت به ایران. توی ایران به نظر من واقعا، حالا کاری ندارم، وضعیت اقتصادی خیلی خوب نیست، ولی زمان انگار بیشتر داره. اینجا اونقدر درگیری، اونقدر واسه هر کاری زمانت گرفته میشه که نگاه که میکنی آخر، مثلا آخر روز، مثلا بعد از همون کاری اولی که داری، خیلی وقتا وقت اضافه واسه خودت نداری که بخوای کار بگیری. یعنی دور زندگی توی آمریکا خیلی سریعه. این حرف حالا از من نشن که حالا 4-5 سال شده اومدم آمریکا. کسایی که مثلا اندازه سن من توی آمریکا بودن، 30 سال 40 سال طرف توی آمریکا بوده، همچین حرفی میزنه که میگه 30 سال توی آمریکا مثل یک چشم به هم زدنی میگذره. سرعت زندگی توی آمریکا واقعا سریعه. یعنی اینجوری واسهتون بگم که اصلا اونقدر درگیرین که نمیفهمین مثلا 20 سال چجوری گذشته. واسه همین خیلی افراد همونجوری هم میگن. حالا حتی من دیدم که اصلا که اولی که میان مثلا دو سه تا جاب دارن، دو سه تا کار مختلف میکنن، بعد این خسته میشه طرف. مثلا میگه خب چه کاری، من تمام زندگیمو دارم کار میکنم دیگه، خب چرا من باید همیشه کاری رو انجام بدم؟ بعد نکته دیگه هم که اصلا سطح رفاه تو آمریکا، مثلا این سطح رفاه تو آمریکا خب زیاده، واقعا هم زیاده نسبت. اگه شما یک کار ثابتی داشته باشی، خب حتی اگه از صفر هم شروع کنی، توی 5 سال 6 سال به سطح رفاه خیلی خوبی میرسی. خب و اینجوری که خیلی افراد میگن خب چرا من برم دنبال یه کار دیگه؟ میدونی مثلا میگه که من چرا باید برم دنبال یه کار دیگه ای که مثلا زندگیمو همش داشته باشم کار میکرده باشم؟ مگه نه؟ بله شدن امکانش هست. مثلا من کسایی میشناسم تو همین رشته مهندسی خودمون که طرف صبح میره سر کار تا ساعت 4-5 است، بعدش میره اوبر کار میکنه. خب حالا فکر نکن اوبر هم درآمد کمی داره. اوبر مثلا شاید هر هفته بری مثلا نزدیک 1000 تا گیرت بیاد. پاره وقت ها مثلا 5 ساعت میری اوبر، ولی باز هم پول کمی نیست. مثلا ماهی شاید بشه 3000 دلار و واقعا چیز کمی نیستش. ولی خب اینجوری دیگه سیستمت 24 ساعت هست، یعنی 24 ساعت داری کار میکنی. خب و تو آمریکا هم میگم خب سطح رفاه اوکی، یعنی شما با یک جاب معمولی میتونی یه سطح زندگی معمولی داشته باشی. اما حالا حالت غیرش اینه که شما بخوای خیلی مثلا زندگی سوپری داشته باشی، لاکچری داشته باشی، خب اون فرق میکنه قضیهش دیگه. اون هر که بامش بیش برفش بیشتره دیگه. و اونجوری خب باز دوباره باید خیلی برنامه‌ریزی دقیق داشته باشی. چون شما فرض کن حالا مثلا هم کافی شاپو دارم میذارم، مثال میذارم، یا رستورانو،
شما مثلا تو ایران یه رفیقی داری کافی شاپ و رستوران میسپاری دستش صبح تا عصر اون باشه مثلا خریداش انجام بده بعد شب خودت میری سر کار. اینجا کی رو میخوای همچین چیزی رو پیدا بکنی؟ این بحث اطمینان به افراده. یکی دی بحث دیگه که بسیار مهمه همینه، اینکه توی آمریکا واقعا نمیشه اطمینان کرد به هر کسی. خب و خب این پشتوانه رو نداری که مثلا بخوای به کسی اطمینان کنی. بنابراین اینا همه فاکتورهاییه که باید در نظر بگیری وقتی میخوای یک شغل دومی داشته باشی توی آمریکا، وگرنه غیر این صورت از به قول خوشمستون از شما تکس رو میدی، وقتی دارین شما مالیات رو میدی هیچ فرقی واسه اونا در واقع نمیکنه شما باید چند تا جواب داشته باشی. این بحث خودتونه دیگه. یعنی تو آمریکا یک بیسی وجود داره، یک پایه‌ای وجود داره که هر کسی با توانایی‌های بیشتر میتونه پول بیشتری داشته باشه. اما خب همیشه این بحث بالانس هست دیگه، بالانس کار و زندگی وجود داره که اینکه بتونی چجوری این کارو بکنی. اما من مطمئنم خیلی کسا هستن که همین الانش هم دارن جاب دوم انجام میدن و زندگیشون هم خوبه. یعنی خیلی وقتای به صورت پارت تایم در واقع کار میکنن یه جایی و اون پارت تایم کل هزینه‌های زندگیشون رو، حالا قسمت اعظمی از هزینه‌های زندگیشون رو میتونم بگم که میده و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد و هیچ کسی هم نیست که به شما بگه شما چرا 10 تا شغل داری. میگم از لانگ از شما تکس میدی، مالیات همه اون شغلا رو میدی، هیچ کسی بهتون کار نداره. امیدوارم که این ولاگ گوشه ای از این بحث رو کاور کرده باشه. امیدوارم روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.